অ <laughs> Moগt بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بزرگ و مهربان همراهان خوب برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب صنف نهم سلام روزتان بخیر امیدوار هستم که همه شما عزیزان حالتان خوب باشه روزگارتان به خوبی و خوشی سپری شوه و درس گذشته تان را خوب خوب خوانده باشید و یاد گرفته باشید امروز هم مهمان خانه های شما هستیم با یک مبحث جدید یا یک معرفی یک سیستم جدید از های بدن ما و شما خب امروز ما و شما میخوایم سیستم عصبی را با یکدیگر بخوانیم اما در ابتدا بریم و درس گذشته را یک ارزیابی داشته باشیم و بعد از او برگردیم و با یکدیگر سیستم عصبی را شروع کنیم خب شاگردای خوب درس گذشته ما و شما در رابطه با عضلات و تاثیر ورزش بر عضلات بود. سوالات اینجا که آمده بیشتر در رابطه با عضلات است و سوالات جای خالی، تشریحی و نامبردنی. سوال اول عضلات قوی به جای خالی و جای خالی بستگی دارد. در جلسه گذشته ما و شما گفتیم که عضلات قوی به دو عامل مهم بستگی داشت. یکی به حجم ازولات بود یعنی به زخامت ازولات بود و یکی دیگه به تعداد رشته های ازولاتی که منقبض میشد. شد خاطر داشته باشید که و فراموش نکنید که تعداد رشته های ازولات ما از دوره جنینی دیگه ثابت میشه اما حجم یا زخامت این ازولات و اینکه چند ازولت در یک انقباض شرکت داشته باشه این قابل تغییره و با انجام ورزش و حرکات بدنی ما میتونیم عضلات خودمان تقویت کنیم سوال دوم ورزش سبب تقویت و بزرگ شدن عضلات میشه از نظر حجم میگه حجم یا زخامت عضلات رشد میکنه نه اینکه از نظر تعداد عضلات باشه که ما هر چقدر بیشتر ورزش کنیم تعداد عضلات ما و شما بیشتر بشه نه حجم عضلات عضلات و نیروی انقباضی عضلات ما و شما افزایش پیدا میکنه سوال سوم انواع فعالیت عضلات را نام ببریم گفتیم چیز مهم که ما و شما در رابطه با عضلات باید بدانیم یکی ساختمان مایکروسکوپی عضلات و یکی فعالیت چرا که ساختمان مایکروسکوپیش سه نوع است عضله لشم عضله قلبی و عضله مخطط اسکلتی اما از نظر فعالیت ما دو عضله داریم عضلات ارادی و عضلات غیر ارادی حالا در این سوال فعالیت عضلات سوال کرده عضلات ارادی و غیر ارادی خب عضلات غیر ارادی ده عضلات لشم و عضلات قلبیه و عضلات ارادی هم عضلات اسکلتی در هنگام ورزش ضربان قلب چه تغییری میکنه زربان قلب ما و شما در هنگام ورزش تندتر و شدیدتر میزنه شاگرد خوب این سیستم عصبی که به عنوان یکی از پیشرفته ترین و مهمترین سیستم بدن موجودات زنده هست در این فصل ما و شما جز به جز میخوانیم و موقعیتش رو یاد میگیریم و بعد از اون ما و شما باید قدرت ای رو پیدا کنیم تشخیص بدیم که هر محرک در محیط بیرون کدام قسمت از مغز و کدام قسمت از سیستم عصبی ما و شما را تحریک میکنه و چگونه از سیستم عصبی ما و شما پاسخ میده به این محرک های خارجی شما زمانی که به یک شخصی صحبت میکنه صدای او را میشنوین یا به یک تلویزیون یا به یک لامپ یا به یک نور یک شم نگاه میکنین و یا زمانی که دستتان به یک شیء داغ میزنین و به طور ناخداگاه ای را دستتان پس میکشید بدون از اینکه شما اراده شما در این پدیده ها نقشی داشته باشه این کارها به صورت خودکار و خود به خود انجام میشه یعنی شما دیگه فکر نمی کنین که آیا دست خود از این شیء داغ بکشین عقب یا نکشین یا زمانی که صدا را میشنوین همه صداهایی را که در محدود محدوده است شما میشنوین نمیتونید یک صدا را بشنوین یک صدا را نشنوین همه اینا مربوط به یک سیستم بسیار پیچیده و مهمی در بدن موجودات زنده هست به نام سیستم عصبی حالا امروز ما و شما با ویژگی های این سیستم آشنا میشیم خب مهمترین و پیچیده ترین سیستم بدن ما و شما سیستم عصبی است چرا که سیستم عصبی عوامل محیطی را درک و تمام وظایف جسم ما و شما را در جهت کنترل و حفظ حیات ما و شما انجام میده یعنی تمام فعالیت های حیاتی ما و شما تحت کنترل مغز ما و شما هست که اگر خدای ناخواسته مغز از کار بیفته ما دیگه یه حواس نداریم این حواس ما و شما دیگه فعالیت خودش انجام نمیدن اما این سیستم عصبی که یک سیستم بسیار پیچیده و مهمی هست از حجراتی تشکیل شده به نام نیورون ها حالا ما در پای تخته برای شما این نیورون رو تشریح میکنیم که یک نیورون چه قسمت هایی را داره و ما چند نوع نیورون در بدن خودمان داریم پس واحد ساختمانی سیستم عصبی چه نام داره؟ نیورون نیورون خب شاگردهای خوب, خوب دقت کنید که نیورون و نفرون با یکدیگه اشتباه نگیرید نفرون واحد ساختمانی گرده های ما و شما بود در سیستم اطراحیه اما نیورون حجرات سیستم عصبی ما و شما هست خب تمام حجرات در هر جایی از بدن ما و شما که باشه سه تا بخش اصلی و بسیار مهم داره اجزاء هر حجره این بخش اساسی و مهم شامل هسته سایتو پلازم و قشاع حجروی هست <تصفح> یعنی حجرات مختلف که به اشکال متفاوت ما و شما داریم همه اونا این قسمت داره حالا بر حسب وظیفه‌ای که داره شکلشان تغییر میکنه اما اجزایشان باید داشته باشه خب نیوران ها هم به همین صورته این قسمت داره و بنا به نقشی که داره و رساندن اطلاعات از محیط به مراکز عصبی و انتقال پاسخ از مراکز عصبی به اندامهای بدن هست باعث شده که شکل این حجرات تا حدودی یک شکل کشیدهتری باشه خب ما اول انواع نیورون ها هم همینجی بگیم و بعد شکل این نیورون ها و اجزایش را در پای برای شما میکشیم چند نوع نیورون ما در دا بدن داریم ما سه نوع نیورون داریم نیورون های حسی نیورون حرکتی و نیورون رابط خب همونطور که این نیورون ها وظیفه ایشان با یکدیگر متفاوته شکل اینا هم با یکدیگر فرق میکنه ابتدا شکل نیورون ها را برای شما تشریح میکنیم و بعد وظایف هر کدام میگیم نیورون ها این سه قسمتشان یعنی هسته سایتوپلازم و قشای حجروی شان در دا داخل یک ساختاری به نام جسم حجروی گنجانده شده این هسته هست ای بخش جسم حجروی نام داره و از سایتوپلازم که در دا داخل جسم هجروی خب، یک در رشته هایی یا یک سری رشته هایی رو ما بینیم که از جسم هجروی منشه میگیره. یعنی از جسم هجروی خارج میشه. اینها را دندرایت دند رایت میگه. خب، یک رشته دیگه ای را هم میبینیم که بلند و طویله دن رایت تعدادش کم تعدادش زیاد اما اندازش خورده یعنی کوتاه هست اما یک رشته دیگه یک دانه هست تعدادش اما طویل تر هست این به نام آکسون یاد میشه به نام آکسون خب اطراف این آکسون یک قلاف یا یک پوشش بریده بریده منقطع یعنی سر تا سر نیست که یک پوششی باشه که همه اکسون گرفته باشه نه بعضی مناطقش پوشانده بعضی جاها رو نپوشانده حال ببینیم ای چی هست این پوششی که اطراف آکسون گرفته و باعث شده که در بعضی جاها آکسون ما و شما قطور شود زخامتش بیشتر شود این به نام قشای میلین نام داره قشای میلین نامیده میشه خب این قشای میلین ده همه نیست بعضی جاها ما قشا نداریم در این قسمت ها آکسون ما و شما به اصطلاح برهنه است این قشا را نداره این قسمت ها یعنی همی فاصله را میگن گره رانویه حالا زمانی که فعالیت های نوران ها را بگیم برای شما اهمیت این ویژگی ها را میگیم که چرا به این صورت است. خب در پایان در پایان آکسون ما یک بخش داریم به نام پایانه آکسون این پایانه آکسون ها در بعض کتاب ها ترمینال آکسون هم میگن ترمینال آکسون در درون این قسمت های برآمده یک موادی وجود داره که به اینا پیام رسانه های کیمیاوی یا انتقال دهنده های کیمیاوی میگن انتقال دهنده کیمیاوی خب این شکلی که من برای شما کشیدم یک نیورون حرکتیه هست. حرکتی خب وظایف بخش های یک نیورون هم همینجا برای شما میگیم چون وظیفه آکسون وظیفه دندرایت وظیفه گره رانویه هیچ فرقی نمیکنه چه در ساختمان نیورون حسی باشه چه در ساختمان نیورون حرکتی و رابط باشه وظیفهشان یکی یکیه جا و موقعیتشان تغییر میکنه اما وظیفه یکیه وظیفه همینجا میگیم خب این جسم حجروی که هسته را در برداره مهمترین بخش یک نیورون هست مانند یک مرکز کنترل فعالیت های یک نورون هست خب یک رشته هایی که دند رایت نام داره و از جسم حجروی منشه میگیره پیام های حسی را دریافت میکنه یعنی پیام ها را از محیط میگیره و میده به جسم حجروی خب جسم حجروی پیام ها را از طریق آکسون ها منتقل میکنه به چی منتقل میکنه؟ به نیورون بعدی خب ما گفتیم ما و شما دست خود به یک شیء اداق میزنیم و میکشیم ما یک نیورون که نداریم که رشت هاش, هاش در نوک انگشت باشه و انتهایش در مغز ما باشه نه هزاران هزار نیورون حسی یا حرکتی در اینجا وجود داره که پشت سر یک دیگه قرار میگیره پیام ها را از محیط میگیره دست به دست میکنه تا به مغز میرسانه و پاسخ مغز میاره خب در مسیری که پیام حسی وجود داره یعنی پیام به مغز میره نیورون های حسی اونجا حضور داره و زمانی که از مغز پاسخ خارج میشه نیورون های حرکتی ای پاسخ میاره و جایی که این دو نیورون با هم آخرین نیورون حسی و اولین نیورون حرکتی در ارتباطه بین اونها نیورون رابط هست پس حسیا ها پیام ها را میگیرن حرکتی ها پاسخ مغز به اندام هدف میبره و بین از این دوتار رابط ارتباط برقرار میکنه خب دندریت ها یا دندرایت ها پیام ها را گرفتن آکسون ها پیام را انتقال میدن همو پیام هستی را انتقال میدن چرا به نیورون بعدی که باز در اسلایدای بعدی او را میخوانیم خب حالا ما و شما بفهمیم که این قش... قشای میلین چی هست قشای میلین شاگردای خوب خوب دقت کنید در سوالات کنکور اگه بیاید جنسش از فوسفو لیپیده جنسش از فوسفو لیپیده <تصفح> کجا ما و شما فوسفو لیپید داشتیم؟ اگه به خاطر داشته باشید اجزاء یک حجره را که برای شما استادای محترمتان تشریح کردن حتما به شما گفتن که قشاع حجروی در تمام حجرات بدن ما و شما از جنس فوسفو است خب این قشای میلین هم جنسش از فوسفولیپیده. خب کاری که قشای میلین انجام میده سرعت انتقال پیام بالا میبره یعنی پیام عصبی وقتی که میرسه به جایی که قشای میلین داریم پیام بسیار سریع منتقل میشه اما جایی که گره رانویه هست جایی که ما و شما قشا نداریم آکسون برهنه است پیام جهش پیدا میکنه یعنی میپره باز دوباره از این یکی به یکی دیگر. یعنی در این قسمت های گره رانویه پیام ها حالت جهش پیدا میکنه. سرعت انتقال در دا داخل قشای میلین بسیار بالا است سرعت پیام بسیار بالایه هر چقدر این آکسون ما و شما زخیمتر باشه، ای قشای میلین ما و شما زخیمتر باشه، سرعت انتقال بالا میره. اما در ناحیه آکسون برهنه یا گره هرانویه پیام از داخل آکسون رد نمیشه بلکه از داخل قلاف ها جهش پیدا میکنه میپره در قلاف میلینه بعدی و همینطور تا میرسه به ترمینال یا پایانه های آکسون بسیار جالب است بدانید که اما اینجا چه اتفاقی میفته قبل از اینکه ما وارد مبحث سیناپس و ارتباط بین دو نیورون شویم حالا ما باید با شما نیورون های حسی و رابط هم از نظر شکل با یکدیگر مقایسه کنیم و اونا را بشناسیم این نیورون نیورون حرکتیه یادتان باشه در نیورون حرکتی آکسون طولش بیشتره و قلاف میلین در اطراف آکسونه اینج دیگه در ریت ما و شما قلاف میلین نداره خب حالا من اینا رو پاک کنم تا برای شما نیورون حسی و نیورون رابطه بکشم حالا ما برای شما میخوام نیورون بعدی یا نیورون رابطه بکشیم نیورون رابطه در مابین نیورون حسی و حرکتی میکشیم چرا که کار این نیورون هم ارتباط برقرار کردن در مابین دو تا نیورون هستش خب یک خورده شکل از این متفاوت تر هست با نیورون قبلی این جسم هجروی هست جسم هجروی؟ ای برآمدگی وسط هسته هست این رشته های بالا دندریت یا دندرایت میگیم و آکسونی که از نورون رابط خارج میشه پایانه آکسون و انتقال دهنده ها یا پیام های کیمیاوی هم در پایین حضور داره این آکسون ترمینال آکسون و انتقال دهنده ها انتقال دهنده کیمیاوی یا عصبی هم اگه بگیم صحیح است.. خب میبینیم که شکل نیورون رابط و نیورون حرکتی تفاوت های زیادی را با یکدیگر داره اولین تفاوتش ای هست که در نیورون رابط ما هیچ جایی قلاف میلین نمی بینیم. نه در دا دندریت یا دندرایت و نه در آکسون هیچ کدام از اینا پوشیده از قلاف میلین نیست اما یک شباهت هایی را می بینیم که اینا هم مانند نیورون حرکتی جسم حجروی هسته دندرایت آکسون ترمینال آکسون و انتقال دهنده های کیمیاوی یا انتقال دهنده های عصبی را دارن. خب نیورون بعدی ترکیبی از هر دو نیورون میشه شکلش متفاوت تر است البته طول اینا مهم است خب این نیورون نیورون حسی هست یک بخشی را اضافه تر داره اولا ما برای شما بگم جسم حجروی در این قسمت قرار داره جسم حجروی هر جایی که جسم حجروی باشه هسته به داخل همون جسم هجروی موقعیت داره و سایتو پلازم هم در این قسمت هست سایتو پلازم خب شما میبینین که دندرایت و آکسون هر دو قلافه میلین داره ببینین در نیورون حرکتی فقط آکسون قلاف میلین داشت دن رایت قلاف نداشت در نیورون حرکتی در نیورون رابط هیچ کدام قلاف میلین ندارن اما در نیورون حسی هم دندرایت و هم آکسون قلاف میلین دارد چرا؟ حالا دیگه جواب شما و شما میدانیم نیوران های حسی پیام باید بسیار سریع منتقل کنند پس لازمه هم دندرایت و هم آکسون هر دو غلاف میلین داشته باشند. چرا که هر جایی که غلاف میلین هست سرعت انتقال پیام بالاست خب این آکسون ای, ای دندروید ای پایانه ای آکسون یا ترمینال آکسون و انتقال دهنده های کیمیاوی اینا انتقال دهنده کیمیاوی هست خب اما این قسمت چی هست؟ یک قسمت یا یک بخش جداگانه ای وجود داره برای نیورون های حسی که ای به نام بون یا گیرنده میخواند. اگر این نیورون حسی ما درد باشه نیورونی که درد را منتقل کنه او میشه گیرنده درد اگر ای که لمس را پیام های لمسی را ببره این ما چشم خود ببندیم و دست خود بر روی یک سطح صافی بکشیم و صاف بودن را حس کنیم او گیرنده های لمس داره سرما و گرما گیرنده دمایی را داره زبان ما و شما گیرنده چشایی را داره گوش ما و شما گیرنده شنوایی را داره چشم ما و شما گیرنده بینایی و گیرنده نور را داره پس یک قسمت اضافه تر در تمام نیورون های حسی هست به نام بخش گیرنده یا بون که بسته به نوع این نیورون ما با بسته به نوع نیورون حسی ما و گیرنده های ما متفاوت هست خب شاگردای خوب صنف نهم این نیورون ها بسیار بسیار مهمه و اجزای نیورون ها را فقط و فقط در کتاب سنف نهم تشریح میشه و تا سنف دوازده دیگه در هیچ کتابی ای تو برای شما باز تشریح نمیشه فقط اشاره میشه و فعالیت های الکتریکی مغز شما میخوانید پس در نتیجه شما باید جزئیات نیورون ها را به طور کامل یاد بگیرید اجزایش را بشناسید وظیفه هر کدام را بدانید و تشخیص بدین معمولا در تمام سوالات امتحانی یکی از اینا هست یا سوال میشه انواع نیورون ها هر سه شکل بکشید یا یکی از اینا رو به دلخواه یا فقط از شما خواسته میشه اجزای یک نیورون حرکتی رو بکشید و بخش مختلفش را نامگذاری کنید خب این نیورون هایی هست که یک حجره سیستم عصبی یا مغز ما و شما که کاملا پیچیده و بسیار هم پیچیده است این تازه یک دونه قسمت از این هاست یعنی یک حجره ایشان است پس ما و شما حس میزنیم که یک سیستم بسیار پیچیده منظم و دقیق را ما و شما در بدن خودمان داریم خب شاگردای خوب فراموش نکنیم که در تعریف نیورون ها حتما ما و شما باید بگیم که نیورون ها واحد ساختمانی و وظیفوی سیستم عصبی هست چرا که سیستم عصبی ما و شما از تجمع میلیون‌ها ها نیورون ساخته شده خب سه قسمت اصلی رم تمام نیورون ها داشت که در دا پای تخته دیدیم و سه نیورون حسی، حرکتی و رابط بود خب اجزایش هم برای شما تشریح کردیم اما نکات مهم میشه در اسلاید آوردیم که باز شما باید در او دقت داشته باشین که جسم حجروی حاوی هسته و سایتوپلازم است دندرایت ها مانند شاخه های یک درخت از کجا منشه میگیرن؟ آفرین از جسم حجروی منشه میگیرن پیام ها را دریافت میکنن و به جسم حجروی انتقال میدن آکسون ها رشته های طویل هستند که از جسم حجروی برمیان بیرون میاین و پیام را از جسم حجروی تا انتهای نیورون میبرند. پس تفاوت دیگه بین داندرایت و آکسون این است که پیام از کجا تا کجا میبرن. دندرایت ها پیام از محیط میگیرن به جسم حجروی انتقال میدن. آکسون ها پیام را از جسم حجروی میگیره و تا انتهای نیورون میبره. چرا که یک نیورون نیست که ما بگیم تا مغز میبره. بلکه چندین نیورون پشت, پشت سر یکدیگه ردیف منتظر هستن تا پیام دست به دست بشه و منتقل شود. قشای میلین ما و شما داریم که جنسش از پروتئین و شهم هست که همو فسف و لیپید نام داره. خب اطراف آکسون را هم میگیره اطراف دنرایت را هم میپوشانه. خب حالا ما و شما در ارتباط بین دوتا نرون میرسیم یا نیرون ها. نیورون ها چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار میکنه در ناحیه به نام سیناپس است که برای از اینکه شما ای را بهتر درک کنین ما این ارتباط نیورون ها را در پای تخته مجددا برای شما تشریح میکنیم که چگونه یک نورون به نورون بعدی اطلاعاتش منتقل میکنه ما و شما میخواییم ببینیم که پیام های عصبی در ناحیه سیناپس چگونه منتقل میشه اما سیناپس چیه؟ همین ابتدا ما برای شما بگیم نوران ها یا نیوران هایی که پشت سر یکدیگر در یک رشته یا تار عصبی قرار میگیره که ما او را به نام اعصاب میشناسیم چفت کاملا به هم چسبیده نیستن. یعنی پشت سر هم دیگه کامل نچسبیده بلکه بین نیورون اول و نیورون دوم یک فضای اندکی وجود داره با که به این فضا سیناپس گفته میشه اما انتقال پیام در ناحیه سیناپس هست که بسیار مهم است خب ما تصور میکنیم این نیورون اول ما و شما هست دیگه عجیزای شما بسیار سری برای شما میکشم چون که تشریحش دادیم ای یک نیورون اول هست نیورون دوم از اینجا شروع میشه که ای هم برای خودش پایانه و ترمینال آکسون داره این فاصله را بهش فضای سیناپس میگن خب حالا ما و شما میخوایم ببینیم که پیام چگونه منتقل میشه؟ قبل از این نیورون هم یک نیورون دیگه بوده که پیام از محیط گرفته و به همین شکل پیام انتقال داده. حالا پیام عصبی توسط این دندرایت ها دریافت میشه. پیام میایه به جسم حجروی، از جسم حجروی به داخل آکسون، از آکسون و غلاف میلین میرسه آخر میرسه به انتهای آکسون ها. ما در ترمینال آکسون چی داریم؟ ما همیشه برای شاگردا این مثال میزنم از همی کلمه خود ترمینال استفاده میکنیم میگیم زمانی که ما و شما بخوایم به یک شهری یا یک ولایتی یا یک جای دیگه مسافرت کنیم همه ما و شما به ترمینال میریم در ترمینال اتوبوس ها و بس های مختلف اونجا حضور داره ما همو شهر مورد نظر اتوبوس یا بسش پیدا میکنیم همه کسانی که به یک نقطه میرن سوار یک اتوبوس یا یک بس میشن خب این مسیر را طی میکنه زمانی که به او شهر مورد نظر هم رسید همه را در ترمینال پیاده میکنه و از ترمینال هر کسی پراکنده میشه دقیقا همچین چیزی را ما در فضای سیناپس داریم یک نکته دیگر هم در رابطه با این انتقال دهنده های کیمیاوی بگیم همونطور که ما گیرنده های مختلفی داریم گیرنده درد، گیرنده دما، گیرنده فشار، گیرنده سرما، گرما، لمس این گیرنده های نوری، گیرنده های شنوایی، گیرنده های چشایی همه گیرنده ها برای خودشون انتقال دهنده های مخصوصی را هم دارند. مثلا اگر پیام ما پیام درد باشه، گیرنده درد پیام منتقل کنه و برسه به ترمینال یا پایانه های آکسون چی آزاد میشه؟ انتقال دهنده های آزاد میشن که مخصوصا انتقال دهنده کیمیاوی مخصوص هر پیام خب با توجه به ای که این پیام های ما با یک دیگر فرق داره این گیرنده ها هم این انتقال دهنده ها متفاوته حالا ممکنه یک انتقال دهنده دیگه من به اشکال دیگه برای شما میکشم یا شکل های مختلفی که برای ای گیرنده ها برای این انتقال دهنده ها ما میکشیم نشان میده که هر کدام یک پیام خاص را انتقال میده وقتی که پیام عصبی به پایانه ترمینال های آکسون رسید انتقال دهنده های عصبی از ترمینال های آکسون به فضای سیناپس آزاد میشن خب حالا اینجا ممکنه همزمان با آزاد شدن این انتقال دهنده های کیمیاوی انتقال دهنده های دیگه هم حضور داشته باشد. اما چگونه هست که پیام ها اشتباه نمیشه؟ ما مکمل همی پیام ها را بر روی دندریت نیورون بعدی داریم. یعنی ما اینجا گیرنده داریم مانند یک پازل که یک قطعه که در بالا از ترمینال آکسون آزاد میشه او قطعه دیگه مکملش در روی دندریت قرار داره و ای عمل قفل و کلید میشه با هم دیگه یعنی یک پازل ساخته میشه پس به این صورت هست که گیرنده ها میایه انتقال دهنده های خود شناسایی میکنه زمانی که این انتقال دهنده ها توسط این گیرنده ها شناسایی شد پیام از دنوریت میره به جسم حجروی باز از جسم حجروی نقطه به نقطه میره تا میرسه به ترمینال آکسون یا پایانه آکسون بعدی و باز هم همین اتفاقی که در اینجا افتاد در نیورون بعدی هم اتفاق میفته انتقال دهنده انتقال دهنده مخصوص در ده فضای سیناپس آزاد میشه گیرنده مخصوص هم و انتقال دهنده بر روی دندریت نورون بعدیه اون گیرنده با انتقال دهنده یک جا میشه مانند یک پازل همدیگر را پیدا میکنه زمانی که هر دو با یکدیگر جفت و جور شد پیام به دندریت منتقل میشه و به همین صورت هست که یک پیام از محیط ما میگیم به اصطلاح ما بین نیورون ها دست به دست میشه پس ما در ناحیه سیناپس یک نیورون اولی داریم یک نیورون دومی داریم پایانه آکسون نیورون اولی انتقال دهنده های خود آزاد میکنه به فضای سیناپس انتقال دهنده ها توسط گیرنده های همو انتقال دهنده ها در ده دندریت نیورون دوم شناسایی میشه به این صورت است که پیام از نیورون اول به نیورون دوم منتقل میشه این بسیار بسیار جالب بود انشالله در سالهای بعد باز شما ای میخوانین که زمانی که ای گیرنده اومد جزء خودش شناسایی کرد ای که میگیم پیام ایجاد میشه این یعنی چی؟ پیام چگونه ایجاد میشه؟ انشالله در سنف دوازه باز ای را از لحاظ جزئی جزیات بیشترش در اونجی میخوانیم ای چگونگی انتقال پیام عصبی در ناحیه سیناپس بین دو نیورون عصبی بود خب مجددا برگشتیم در اسلایت سیناپس اما تعریف سیناپس چگونه ما و شما ارائه بدیم میگیم سیناپس یک فضای کوچکی است که بین آکسون یک نورون و رایت نورون دیگر ارتباط برقرار میکنه پس ناحیه ارتباطیش سیناپس نام دارن خب چگونه بود به از طریق چه چیزی ارتباط برقرار میشه با ترشوه پیام رسان های کیمیاوی <تصفح> پیام رسان همون انتقال دهنده است از که از انتهای آکسون آزاد میشه پیام عصبی را از یک نورون به نورون دیگر انتقال میده در تصویرم شما بینید که این انتقال دهنده ها در ده پایانه آکسون نیورون اول در فضای سیناپس آزاد شده و این انتقال دهنده ها ده ریت. نیورون بعدی را تحریک میکنه و پیام نقطه به نقطه منتقل میشه تا به پایانه آکسون نیورون دوم برسه خب شاگردای خوب امیدوار هستم که از درس امروز خوشتان آمده باشه و چیزای مفید و زیادی را یاد گرفته باشید یک نکته ای را همینجا برای شما بگیم زمانی که ما مسکنها و داروهای مخدر خودسرانه زیاد مصرف کنیم جلوی انتقال همین انتقال دهنده های عصبی را میگیره انتقال دهنده های عصبی درد پیام منتقل نمیکنه. در نتیجه ای افراد درد حس نمیکنه. و زمانی که ما از این داروها زیاد استفاده کنیم یک چیز عادی برای بدن میشه و بدن دیگه او را یک جزی از خودش میدانه و به, به محیط ها و به محرک ها پاسخ مناسب و به موقعی را نمیده پس از استفاده و مصرف داروها مخصوصا مسکنها به طور خود سرانه خودداری کنید همه شما عزیزان تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و مهربان میسپارم خدایا رو نگهدار شما